امروز درباره پزشکیان جنایتکار جمهوری اسلامی که 45 سال جنایت کرده و حالا داره با نقش بازی کردن طبق نظر خامنه ای آمده و فردا مردم به او رأی بدهند و منتخب خامنه ای بشه رئیس جمهور جای رئیسی. اما پزشکیان بدترین گزینه ای است که اگر مردم به او رأی بدهند از چاله به چاه میفتند و باز 8 سال دیگر این حکومت، این مزدور در نگهداری رژیم جمهوری اسلامی و خامنه ای کوشا هست. پزشکیان که در گفتگویی که در انقلاب ضد فرهنگی که خودش اشاره کرد به طور خاص در مورد این که من جزء برنامه های زنان رو با حجاب کردم، به زور روسری سرشون کردم، کتک زدم و چیزیست که علنی در سال 93 گفته و صحبتهاش هم شنیدید. نیازی نیست که من دوباره نشون بدم چون پخش شده، احتمالاً همه شنیدید. یک صحبت دیگری رو از این جرثومه فساد پزشکیان افتخار میکنه که در انقلاب ضد فرهنگی در دانشکده پزشکی تبریز قبل از این که خمینی دستور بده که باید زنها با حجاب بشند، او خودش شروع کرده و شروع کننده بوده و افتخار هم به این مسئله کرد و گفت انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد. حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده بود سخنرانی کنه، چپها جلسه ما رو به هم زدند، ما دانشگاه رو بستیم و آنها رو بیرون ریختیم و گفتیم دانشگاه اگر دموکراسی است ما حرف خودمان را میزنیم، شما حرف خودتان را بزنید، چرا جلسه ما را به هم میزنید؟ این برخورد غیر منطقی آنها باعث شد دانشگاه رو بستیم و حضرت امام پیام دادند که دانشگاه ها بسته شدند. این جمله ایست که خود پزشکیان در مصاحبهش گفته وقتی دانشجو بودم مسئول انجمن اسلامی بودم، مسئول گزینش بودم، مسئول پاکسازی بودم، حالا آمده اصلاح طلب شده و میخواد باز جمهوری اسلامی رو نگه داره. اینقدر ساده نباشیم مردم. من دیدم امروز پسر شجریان، محمد رضا شجریان، نوشته من به پزشکیان رأی میدم و قبلا هم دادم، در مرحله اول انگار رأی داده، حالا میگه در مرحله دوم هم رأی میدم. یعنی همایون شجریان، پسر سیاوش شجریان یا محمد رضا شجریان، اومده دفاع کرده و سعی کرده طرفداراش برن به این جرثومه فساد که الان ویدیویی نشون میدم که خواهی دید چه جانوری است که همایون شجریان ازش دفاع کرده که مردم برن رأی بدن. و شنیدم احمدی نژاد هم گفته بهش رأی میدم، حمایت میکنم، و کسان دیگری هم گول خوردند با این سیابازی که در تلویزیون انجام دادند و میخواهند دل خامنه ای رو دلگرم کنند چون فهمیده رفتنی است. اما این کسی که الان صحبت میکنه یک زن هست که از همکلاسی های پزشکیان بوده، در دانشکده پزشکی در همان روز بوده، حالا شرح ماجرا رو براتون میگه که پزشکیان چاقو به دست، قمه به دست حمله میکرده و حتی کلت کشیده و مقابل اون زن که مینا احدی نام داره، یکی از کسانی است که در سال 57 مبارزه خودش رو از اون همون سال شروع کرده و با پزشکیان رو در رو مقابل هم بودند، میگوید که این پزشکیان چه جنایتکاری است و چگونه هست. یک اصلاح طلب پوپولیست، یک اصلاح طلبی که رژیم رو میخواهند نگه دارند، حالا به هر ترفندی که شده، در حالی که مردم رژیم رو نمیخواهند، حکومت اسلامی رو نمیخواهند. دیگر با چه زبانی بگویند 10% رأی گرفتید مرحله اول؟ حالا به صحبت‌های این بانوی مبارز که 45 سال مبارزه کرده، حالا با هر دیدگاه و هر تفکری که داره قابل احترام، زندگیش و کارش رو گذاشته بر علیه جمهوری اسلامی، افشاگری درباره این جرثومه فساد پزشکیان. توجه کنید، اخیراً در شبکه‌های اجتماعی
ویدیویی از مصاحبه پزشکیان دست به دست میشه که در مورد این حرف میزنه که در دانشگاه تبریز قبل از اینکه خمینی فرمان حمله سراسری به زنان را بده، پزشکیان و اطرافیانش، انجمن اسلامی که درست کرده بودن، حمله به زنان را شروع کردن. قبل از اینکه بحث انقلاب فرهنگی در سطح سراسری مطرح بشه، انقلاب فرهنگیشون رو در دانشگاه تبریز شروع کردن. و قبل از اینکه برای ادارات دستوری یا بخشنامه‌ای بره که زنها چطوری باید وارد محیط کار بشن، ایشون در بیمارستانی که روبروی دانشگاه پزشکی دانشگاه تبریز بود اعلام کرده که زنها باید لباسشون پوشیده باشه، آستین بلند، شلوار و روسری داشته باشن و این رو به عنوان افتخارات زندگی سیاسی خودش الان داره مطرح میکنه. من به عنوان کسی که هم دوره پزشکیان بودم، به عنوان کسی که دانشجوی پزشکی همون دانشگاه بودم و به عنوان کسی که اونور ایستاده بودم و اینها حمله به ما را شروع کردن، اینجا میخوام پاسخی به پزشکیان بدم. بله، راست میگید شما. ما دیدیم که قبل از اینکه در سراسر ایران زنا برن تو خیابون و اعتراض کنن و خمینی فرمانش رو علنی بکنه، در دانشگاه تبریز به خاطر زمزمه هایی که وجود داشت و به خاطر اینکه همین اراذل اوباش اسلامی اونجا خودشون رو داشتن جمع میکردن، ما تظاهرات از همون اول سازمان میدادیم. ما تو خیابون های تبریز تظاهرات میذاشتیم علیه زمزمه های اینکه حجاب باید زنا رعایت بکنن و ما همونجا دیدیم که اول پسرهای ریشو با لباسهای مخصوص مال اون دوره کمیته و نمیدونم پاسدارا و حزب اللهیا به زنا حمله میکردن و بعدا همین ریشوها با زنجیر و چاقو شروع کردن به حمله به زنا و در این حال بعد از مدتی همین مردای ریشو کلاشینکوف در دست گرفتند و در خیابونها دنبال زنایی میدویدند که حجاب را قبول نداشتند. من خودم کاملا یادم اوائل، بله شما راست میگی، سال 57 توی تظاهراتی بودیم و حمله کردید به ما و فرار کردیم. یک دختر جوان 16 ساله زمین خورد، من یادم برگشتم، آفتاب خیلی تندیم بود که کمک بکنم اون بلنشه. زیر اون نور شدید آفتاب برق چاقویی که دست یکی از شماها و شاید تو بودی که بالای سر ما ایستاده بودی رو دیدم و همون موقع دیدم که ما با یه جریانات و با افراد یا فالانش‌های کاملا انسان‌کشی طرف هستیم که فعلا دارن تهدید میکنن که با چاقو ما رو خواهند زد. در این حال من کاملا یادم، بله شما گفتی که در بیمارستان باید مقررات که شما و گروهت و باندی که دور برات جمع شده بودن رعایت بکنن، من کاملا یادم که یه بار از دانشکده پزشکی به طرف همون بیمارستان داشتم میرفتم، دو تا از همین حزب اللهی ها یا فالانج ها که اون موقع بهشون میگفتیم جلوی من رو گرفتن و میگفت که حجاب سرت کن و همونجا من شروع کردم به داد و بیداد و پاسخ دادن بهشون، برای اینکه تناسب قوا اون موقع کاملا اینطوری بود که چپ‌ها و معترضین قدرت رو داشتن در دانشگاه و من در کمال ناباوری دیدم از جیبش یه کلت در آورد و گفت که میزنم اگه حجاب رعایت نکنی. اون اولین حمله ها بود به زنها و تو داری الان اعلام میکنی، بله سازمان دهنده اول حمله به زنها و چاقو کشی و بعدنم اسلحه کشی شما بودی که الان داری مطرح میکنی. من همون موقع کاملا یادمه که یه کتی تنم بود و اینطوری کتم رو باز کردم گفتم اگه جرأت داری شلیک کن و همون موقع یک لحظه ای فکر کردم ممکنه واقعا بزنه، به خاطر اینکه داشتین شروع میکردین به کشتن زنایی که حجاب را رعایت نمیکردن و جزو افتخاراتته که قبل از اینکه بقیه جاها حمله به زنا و کشتن زنا شروع بشه، تو در دانشگاه تبریز این رو سازمان دادی. دانشگاه تبریز در این حال داره میگه که انقلاب فرهنگی از اونجا شروع شد به خاطر اینکه چپ‌ها، به خاطر اینکه معترضین و منتقدین خیلی نفوذ داشتن، یعنی اراذل اوباشه که دور تو و افرادی مثل تو جمع شده بودن واقعا 10-15 نفر بیشتر نبودن. من یادمه که داری میگی انقلاب فرهنگی رو از اونجا شروع کردیم،
حیات دانشگاه تبریز پر شد از کسایی که اصلا دانشجو نبودن، رفته بودید از جاهای مختلف، کمیته ای ها و طرفدارای حکومت اسلامی و خمینی و بقیه را جمع کرده بودید و آوردید حیات دانشگاه رو پر کردید از کسایی که اون موقع اتفاقا زنجیر و چاقو دستشون بود. این کاملا یادمه، برای اینکه توی دانشگاه بسیاری از دانشجوها، گروهها و سازمانهای سیاسی برای خودشون اتاق داشتن، آزادی بیانی که اون موقع پیش اومده بود استفاده میکردن، اعلامیه مینوشتن، نظراتشون رو میگفتن. در حیات دانشگاه تبریز صدها نفر مینشستیم با همدیگه بحث میکردیم، بلنگو بود، یکی میرفت نظرش رو میداد، اون یکی میگفت چطوری میشه آینده رو ساخت و غیره و غیره. بعد شما از شهر تبریز اراذل اوباش اسلامی رو جمع کردید، با چاقو و قمه اومدید و تمام این اتاق ها رو به هم ریختید، تمام اعلامیه ها رو پخش و پلا کردید، پاره کردید، زیر پا گذاشتید و بعد رفسنجانی رو آوردید برای اینکه سخنرانی کنه و ساکت کنه بقیه رو، برای اینکه قدر قدرتی خودتون رو نشون بدید. و اون موقع دیدید که به خاطر اعتراض ماها رفسنجانی مجبور شد عباش رو بزنه زیر بغلش فرار کنه و یه نعلینش در صحن دانشگاه تبریز به جا موند. این یه اتفاقی بود که همه ما همواره اون رو تعریف میکردیم و میخندیدیم. ولی میدونی چی باعث شد که دانشگاه تبریز ساکت بشه؟ جنایتی که سازمان دادی. راجع به اونم حرف بزن. سه تا دانشجو رو دزدیدید همون موقع و بعد از دو سه روز یکی از اونا که اسمش مسعود بود، دوست من، اتفاقی در خیابان در مقابل دادسرا جسد اون رو شناخت و ما روز بعدش رفتیم یکی از گورستان‌های شهر تبریز مسعود رو دفن کردیم. ولی مسعود رو نه فقط زیر شکنجه کشته بودید، بلکه چشماشو از صدقه در آورده بودید. بله، تو پیشروی جریان اسلامی بودی، چون تو جلوتر از خمینی بودی. قبل از اینکه حرفاشو بزنه، قبل از اینکه بقیه رو همه رو سازمان بده، تو در دانشگاه تبریز شروع کردی به چشم در آوردن، برای اینکه بتونی حکومتتون رو تثبیت کنی، برای اینکه بتونی حجاب رو سن زنا تحمیل کنی، برای اینکه بتونی قدر قدرتی کنی و دانشگاه تبریز رو از وجود مخالفین، از وجود زنای معترض اون موقع، کسایی که حجاب رو هیچ وقت قبول نکردن، پاک کنی. بله، تو پرونده تو در این حال همین هم هست که سالهای بعد رفقای بعدیتون اون رو اجرا کردن که توی دانشگاه از طبقه بالا چند تا دختر رو پرتاب کردین پایین. بعدن هم دیدیم تو دانشگاه تبریز این رو تکرار کردن. الان که 45 سال گذشته و همه مردمی که قبلا توهم داشتن، یا مردمی که یه دوره گفتید که بیاید به خاتمی رای بدید بهتر از اون یکیه، بیاید به روحانی رای بدید بهتر از اون یکیه، الان هم دارن همین بازی رو سر تو در میارن که بیاید به پزشکیان رای بدید بهتر از اون یکیه، همه این کارا رو کردید، مردم دیگه کاملا فهمیدن و دیدن با یک مشت آدمکش تروریست حرفه‌ای، با یک مشت که توی دستشون قرآن و تو دست دیگرشون اسلحه و چاقو و تجاوز و غیره هست، روبرو هستن. به این معنا فقر و فلاکت و بدبختی که همه شما سر مردم ایران الان تحمیل کردید باعث شده که همه از شما متنفرن، به جز یه عده مزدورهای خودتون. و به خاطر همین حتی 13% هم بهتون رأی ندادن، اینو همتون میدونید، و برای همین آب در لانه مورچگان اومده، بین خودتون هم الان دعواست. ولی جمعه هفته آینده به نظر من باید یه سیلی محکم از طرف همه مردم ایران، محکمتر از این هفته، به گوش شما، رهبرتون و بقیه زده بشه. فراخوان من یک بار دیگه به همه مردم آزاده ایران این هست که اولا دست همه شما درد نکنه، صداتون رو دنیا شنید که دارید اعلام میکنید جمهوری اسلامی باید بره، از این طریق هم دارید اعلام میکنید. قبلا تو اعتراضات میلیونی، تظاهرات، جنبش زن زندگی آزادی، همه این رو اعلام کردید و الان هفته آینده فکر میکنم 100%، یعنی فکر میکنم که در هفته آینده باید کاری بکنیم که پایین 10% بهشون رأی بدن. و در خارج از کشور فراخوان من به همه سازمانها، احزاب، جریاناتی که تظاهرات گذاشتن این است که اولا دست همه شما درد نکنه، ثانیا ما از آزادی بیانی که تو این کشورها هست استفاده میکنیم، در مقابل سفارتخونه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی تجمع میکنیم، شعار میدیم و هر کس هفته آینده بره رأی بده با هر توجیهی، در حقیقت داره از همین چشم در آوردن ها، از همین تجاوز ها، از کشتن نیکاها ها و مهساها دفاع میکنه. و به همین دلیل به نظر من باید همه اونا را بی آبرو کرد، کسانی که میرن و یک بار دیگه به جمهوری نکبت اسلامی رأی میدن. مردم ایران خواهان سرنگونی حکومت اسلامی هستند.
شنیدید که چگونه درد دل کرد مینا احدی از این جرثومه فساد، کسی که در دوران معاونت وزارت بهداشت و سپس وزارت بهداشت در دولت اول و دوم خاتمی چندان وزیر گشاده و روشن‌اندیشی نبود، در واقع آنقدر متحجر بود که سنگ بنای یکی از سیاست‌های جنسیت زده سلامت در کشور را گذاشت. ممنوعیت پذیرفتن دانشجوی مرد برای رشته‌های پزشکی زنان را ایشون نظر داد. کسی که علیه او دست به اعتراض زد یک پزشک زن بود، دکتر فاطمه خاتمی، نماینده مشهد در مجلس ششم، مجلس اصلاح طلبان، همان مجلسی که وقتی نمایندگانش در اعتراض به حکم حکومتی دست به اعتصاب و تحصن زدند، پزشکیان با آنها مخالف بود. این آدم جرثومه را بشناسید، بی خود گول صحبت‌های افراد را نخورند. در جنایت این شخص یعنی پزشکیان هم‌آواز و حمایتگرش میشند. هیچ کدام از اصلاح طلبان به خود زحمت ندادند که نامزدشون رو دست کم وادار به عذرخواهی بابت مشارکت در ضد انقلاب فرهنگی و سرکوب دانشگاه و حمایت از تجاوز و کشتار بکنند. صحبت‌های مینا احدی که رو در رو با پزشکیان بوده، چاقو براش کشیده، اسلحه کشیده، میخواسته اون رو بکشه. لطفاً شما هم نظرتون و پیشنهادتون رو درباره این ویدیو، درباره پزشکیان و درباره انتخابات فردا یا انتصابات یا سیرک انتخابات خامنه‌ای فردا چه نظری دارید؟ چگونه فکر میکنید؟ و به مردم اگر پیامی دارید بنویسید که بدانند فردا رأی نباید داد، نه به جمهوری اسلامی، فقط سرنگونی رژیم اسلامی، تنها همین راهگشای پیروزی انقلاب نوین ایران است. بدرود.